هفته گذشته دس استرندینگ جدیدترین ساخته هیدئو کوجیما منتشر شد و الان بهترین فرصته که با یه قسمت جدید از آیتم های داستان یک بازی ساز به زندگی اون نگاهی بندازیم و باهاش آشنا بشیم. داستانی که مثل داستان بازی های اون سرشار از بالا و پایین ها و چرخش های مختلفه. هیدئو کوجیما توی خانواده 5 نفره تقریبا فقیر در 24 آگست سال 1963 در محله ساتاگایای توکیو متولد شد. پدرش یه داروساز بود و گویا تو گروه های یاکوزا هم عضویت داشته. هیدئو یه خانواده سخت کوش داشت و مثل اکثر بچه های ژاپنی اوقات تنهاییش که کم هم نبودن رو با تلویزیون میگذرون و فیلم های زیادی رو تماشا میکرد. تماشای یه عالم فیلم و نقاش بودن عموی هیدئو هر روز اون رو بیشتر از قبل به هنر متمایل میکرد. اما مشکلات مالی خانواده و وضعیت جامعه ژاپن جلوی ورود هیدئو به عرصه هنر رو میگرفت. مرگ پدرش در سن 13 سالگی هم این تنهایی و فشار رو روی اون بیشتر کرد و باعث شد که کلن دور هنر رو خط بکشه و برای پول در آوردن رشته اقتصاد رو برای ادامه تحصیل انتخاب کنه. کوجیما کودکی و نوجوانی سختی داشته و به گفته خودش از مورد حمله قرار گرفتن توسط یه سگ گرفته تا تجربه مرگباری مثل گرفتار شدن توی یه رودخونه از بدترین و تلخترین خاطرات زندگیشه که بارها اونو تا آستانه مرگ هم برده. تو دوران دانشگاه کوجیما با ویدیو گیم اوقات فراغت خودش رو سپری کرد. به موازات تحصیل کوجیما برای مجله های مختلف داستان های متنوعی می نوشت. داستان های طولانی و 400 صفحه‌ای که کوجیما برای این مجله ها ارسال می کرد هیچ وقت چاپ نشدن، چون مجله ها دنبال داستان های خیلی کوتاه تر می گشتن. تا اینکه هیدئو یه روز آگهی کنامی رو توی دانشگاهشون دید و با توجه به پتانسیلی که بعد از تجربه سوپر ماریو در دنیای بازی‌های ویدئویی دیده بود دنبالش کرد. کنامی اون موقع یه برنامه ریز میخواست. جامعه اون زمان ژاپن هنوز صنعت بازی رو به رسمیت نمیشناخت و هیدئو کوجیما بابت انتخاب کنامی به عنوان جایی که قراره توش کار بکنه دائما مورد سرزنش اطرافیانش قرار میگرفت. اون حتی توی صحبتاش میگه که اطرافیانش معمولا اون رو تو جمع‌های مختلف با عنوان نابغه‌ای که داره وقت خودش رو توی کنامی هدر میده معرفی میکردن. البته خودش میگه مادرش همیشه اون رو توی این مسیر حمایت کرده. کوجیما یه سالهای ابتدایی فعالیتش در کنامی ایده های مختلفی هم برای طراحی گیم پلی بازی ها مطرح کرد، اما این ایده ها همیشه نادیده گرفته می شدن تا اینکه بالاخره تونست به عنوان دستیار کارگردان بازی آنتارکتیک ادونچر مشغول کار بشه. کوجیما مواردی مثل مکانیک های اکشن، عناصر نقش‌آفرینی و پایان های مختلف رو به این بازی اضافه کرد. در همون سال 1986 کوجیما یه بازی مستقل رو ساخت که با واکنش های منفی اعضای کنامی روبرو شد. بعد از یکی دو سال وضعیت کوجیما در کنامی به اندازه‌ای بد بود که به گفته خودش طی اون سالها اشخاص مختلف به جای احوال پرسی با اون بهش میگفتن که حداقل قبل از اینکه بمیری یه بازی درست رو کامل کن. کنامی بعد از این ماجرا فقط یه فرصت دیگه به کوجیما داد، تکمیل پروسه ساخت یه بازی جنگی که طراحیش به مشکل خورده بود. نتیجه اما چیزی جز تولد متال گیر برای سیستم MSX 2 نبود. اثری که با الهام از چندین و چند فیلم سینمایی بازی های اکشن رو تکون داد و پای گذار اصلی سبک مخفی کاری شد. کوجیما در ادامه بازی اسنچر رو ساخت. این بازی سایبرپانک که با الهام از فیلم هایی مثل بلید رانر ساخته شد در سال 1988 در دسترس گیمرهای ژاپنی قرار گرفت و روایت یک داستان جدی و اساسی نشون داد که ویدیو گیم چه ظرفیت بالایی برای روایت داستان داره، حتی شاید بالاتر از سینما.
اسنچر با ارائه گیم پلی و داستان درگیر کننده همراه با گرافیک خاص، آهنگ سازی گیرا و محتوای بزرگ سالانه خودش در کنار دو بازی دیگه کوجیما تو ژانر ادونچر یعنی SD اسنچر و پلیس ناتس یکی از بهترین بازی های اون دوران و یکی از بهترین آثار سایبرپانکی تاریخ ویدیو گیم لقب میگیره. البته که طی همین سالها کوجیما وقتی فهمید کنامی میخواد دنباله یه متال گیر رو بسازه خودش پروژه رو بر عهده گرفت تا متال گیر 2 سالید سنیک متولد بشه. چند سال بعد اما اتفاق اصلی رخ داد. سال 1996 نمایشگاه توکیو گیم شو و رونمایی از اثری به نام متال گیر سالید برای PS1. پیشرفت تکنولوژی کاری کرد که کوجیما بتونه ایده های خودش برای سری متال گیر رو گسترش بده و سال 2001 بازی متال گیر سالید 2 سانز آف لیبرتی دوباره توجه ها رو جلب کرد. داستان بازی به مفاهیمی به شدت فلسفی و سنگین می پرداخت و کوجیما با این بازی تأثیر شبکه‌های اجتماعی رو زندگی انسان در سالهای نچندان دور یعنی امروز رو پیش بینی می کرد. این بازی از دید کارشناس‌ها به عنوان اولین بازی پست مدرن تاریخ ویدیو گیم شناخته میشه که تونست امتیاز 96 رو در بلاگ متاکریتیک کسب کنه. اما کوجیما سراغ خلق یه سری جدید رفت و در همون سال 2001 میلادی سری بازی و انیمه های تحسین شده ی زون آف اندرز رو خلق کرد. کوجیما حدود 2 سال رو به ساخت و عرضه پورت ها و نسخه های فرعی مختلف متال گیر گذروند و در سال 2004 میلادی با متال گیر سالید سنیک ایدر دوباره یه شوک اساسی رو به دنیای بازی های ویدئویی وارد کرد. شاهکاری که جنگ سرد، روابط ابرقدرت ها و تنپرستی، عشق، احترام و رابطه بین شاگرد و استاد تنها بخشی از عناصر کلیدی داستانگوی اون بودن. تو سالهای بعدی متال گیر سالید 4، متال گیرز رایزینگ، متال گیر سالید 5 و بازی کسلوینیا لورز آف شادو از آثاری بودن که کوجیما همراه با کنامی برای پلتفرم های مختلف نسل 7 تولید کرد یا در مراحل تولیدشون نقشی اساسی داشت. متال گیر سالید 4 گانز آف ده پاتریوت و متال گیر سالید پیس واکر به ترتیب با پایان دادن عالی داستان این حماسه روی کنسول پلی استیشن 3 و روشن کردن برخی از نقاط کور داستانی مجموعه روی PSP هر دو موفق به کسب امتیازهای بسیار بالایی شدند و از مخاطب تا منتقد رو راضی کردند. مخصوصا متال گیر 4 که یه پایان جانانه رو برای خط داستانی این سری رقم زد. This is good. Isn't it? داشتن نقش کلیدی تو تیم‌های ساخت دو بازی کسلوینیا لوردز آف شادو و متال گیر رایزینگ ریونجنس که هر کدوم جزو بهترین بازی‌های ژانر و مجموعه خودشون شدن جلوی ساخته شدن متال گیر 5 توسط کوجیما رو نگرفت. تو سال 2012 این بازی ساز جدیدترین قسمت از سری بازی‌های متال گیر یعنی متال گیر سالید 5 گراند زیروز رو در جریان رویداد 25 سالگی این مجموعه معرفی کرد. چند وقت بعد در جریان مراسم بهترین های اسپایک سال 2012 تریلری مرموز از اثری جدید پخش شد. یه بازی از یه استدیوی ناشناخته با نام موبی دیک که فانتوم پین نام داشت. I need to tell you something. You've been in a coma for quite some time. On your face, soldier. The whole place is coming down. Yeah.
این بازی توسط شخصی به نام یواخیم موگرن معرفی شد و شباهت بسیار زیادش به سری متال گیر و صد البته عبارت وی می آید که آخر اون تریلر به گوش می رسید همه ذهنها رو به سمت پنجمین قسمت از سری متال گیر بود. حدس‌ها هم درست بودن. یواخیم موگرن همون هیدو کوجیما بود که با بازی با حروف چنین اسمی رو برای خودش رد کرده بود. اما همه چیز اونقدر خوشحال کننده جلو نمی رفت. از چند وقت قبل از معرفی متال گیر سالید 5 گراند زیروز، کنامی که از زیادی بودجه خرج شده برای طراحی موتور فاکس انجین و ساخت بازی متال گیر 5 عصبانی شده بود، به کوجیما دستور قرار دادن خریدهای درون برنامه‌ای گسترده تو متال گیر جدید رو داد. پیشنهادی که توسط کوجیما که اون موقع مقام بالایی در شرکت داشت به طور مستقیم رد میشه. از اینجا به بعد رابطه کوجیما و کنامی وارد مراحل پرتنش و سختی میشه. کنامی هم برای جبران هزینه های بازی متال گیر سالید 5 رو به شکل دوتا بازی جدا عرضه میکنه. یکی 40 دلاری که گراند زیروز باشه و یکی دیگه فانتوم پین. تازه کنامی از جایی به بعد بودجه ساخت بازی رو رسما قطع میکنه و تیم ساخت فانتوم پین نه تنها نمیتونن سومین و آخرین چپترش رو بسازن، بلکه برای ساخت بعضی از مراحل چپتر دو هم وادار به تغییر برخی از مراحل چپتر اول میشن. هرچند که باز هم متال گیر سالید 5 فانتوم پین تونست امتیاز 93 رو توی بلاگ متاکریتیک کسب کنه. No more bullets and the embers are dead. کوجیما در بازه بین زمان انتشار دو بازی گراند زیروز و فانتوم پین سراغ سری بازی های سایلنت هیل میره و یه دموی قابل بازی با اسم پیتی رو سال 2014 در دسترس قرار میده. با اینکه تجربه بلندی نبود، اما به اندازه‌ای توی وحشت آفرینی موفق شد که از اون به عنوان یکی از برترین و جریان سازترین آثار ترسناک تاریخ ویدیو گیم یاد میشه. اما این دمو چند هفته بعد از روی سرورها برداشته شد. مقام کوجیما هم توسط سران کنامی ماه به ماه پایین اومد و در آخر اخراج شد. اخراج کوجیما از کنامی میتونست مثل انفجار اتمی هیروشیما کوجیما رو برای همیشه از صنعت بازی پاک کنه. اما از اونجایی که تسلیم شدن تو مرام دوستای ساموراییمون نیست، کوجیما از این فرصت استفاده کرد و تو یک اتاق کوچیک روزهای پسا اخراجش رو از کنامی به برنامه ریزی برای یه بازی خاص گذروند و همراه با یوجی شینکاوا، آکی سایتو و کمپانی سونی که همیشه همراه کوجیما بودن، استدیوی مستقل کوجیما پروداکشنز رو تأسیس کردند. اما این بازی خاص چی بود؟ درست حد زدید. Death Stranding. Death Stranding بعد از 3 سال پرهاشی و سخت بالاخره منتشر شد و حالا کوجیما تو فکر ادامه مسیرشه. مسیری که به احتمال زیاد و به گفته خودش احتمالاً از جاده سینما هم میگذره. داستان هیدو کوجیما ماجرای یک پسرک سخت گوش و فقیره که به یکی از افراد الهام بخش هنر هشتم بدل شده. اشتیاق کوجیما برای خلق آثار منحصر به فرد و ایجاد راه‌های نو برای داستان گفتن کنار عملکرد خلاقانه اون در ارائه گیم پلی پیچیده و سرگرم کننده همراه با داستان‌های پرمفهومی که در بازی‌های اون تعریف شدن و پیام‌هایی که از طریق این داستان‌ها به گیمر منتقل میشن اون رو به یکی از افراد فراموش نشدنی تاریخ ویدیو گیم بدل کرده.
کوجیمای 56 ساله که یکی از اون بوکسرهای پیر رینگ ویدیو گیمه، الان 34 رومین سال حضورش در صنعت بازی رو با دس استرندینگ میگذره و باید ببینیم که این مسیر به چه صورتی توسط کوجیما قرار طی بشه.